در همین رابطه احسان مهرابی روزنامه‌نگار از آلمان با مصاحبه مهرابی، ماجرای جدید، فساد جدید به احتمال زیاد و مقاومت محمد باقر قالیباف که این روزها در هر پرونده‌ای ردپای از او دیده میشه. ساختار فساد در اوقاف و همینطور این ساختار به تعبیری شترمرغی اوقاف از ابتدای انقلاب 57 در واقع سابقه داشته و فقط مربوط به این مجلس نمیشه. در همون دهه 60 وقتی که موضوع بودجه اوقاف مطرح شد، ابتدا خود مقامات اوقاف میگفتن که اوقاف در واقع نفت دوم هست و اساسا نیازی به بودجه نداره. اما وقتی که مجلس بودجه اوقاف را قطع کرد، نماینده آیت الله خمینی در سازمان اوقاف یعنی آقای امام جمارانی به آیت الله خمینی متوسل شد و او دستور داد که بودجه اوقاف دوباره برقرار بشه و اوقاف علاوه بر درآمدهایی که داره از دولت بودجه میگیره. اما موقعی که زمان تحقیق و تفحص و حسابرسی از اوقاف میشه، مقامات اوقاف به نوعی اعلام میکنن که این ساختار به نوعی دولتی نیست و استثناء است از موضوع حسابرسی. همینطور در موضوع تحقیق و تفحص و بحث‌های مشابه هم به هر حال این موضوع مطرح است که اوقاف را یک سازمانی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی میدونن، در حالی که رئیس اوقاف بر اساس دورهای مختلف، حالا یا با نظر رئیس جمهور یا وزیر ارشاد و تایید رهبری تعیین شده، ولی به هر حال چون موضوعات به تعبیری فقهی بوده یا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده، همواره این مانع تراشی ها وجود داشته بر سر راه اوقاف، بر سر راه تحقیق تفحص از اوقاف. اصل فساد در اوقاف و موقوفه ها هم در واقع موضوعی نیست که تنها به این دوره محدود باشه و فسادهای مختلفی وجود داشته، از جمله فسادهای منسوب به آقای امامی کاشانی که در واقع تولیت مدرسه مطهری هستند و همون موقوفهای به تعبیری سپهسالار را ادارش را در اختیار دارن که در 20 سال گذشته بارها این موضوع مطرح شده. این در واقع حالا بجز اون استثناء، بجز موقوفهای کلان مانند آستان قدس رضوی یا حرم حضرت معصومه در قم هست که خود اونها هم یک ساختار جداگانه ای دارن و امپراتوری مالی هستن، یا ساختار شاه عبدالعظیم حسنی که زیر نظر آقای ریشهری بود و خودش یک هلدینگ بزرگ مالی بود. از این جهت به هر حال میشه گفت که موضوع جدید نیست و آقای قالیباف هم داره ادامه همون روند قبلی رو طی میکنه. اما آقای مهرابی، اساسا وظیفه مجلس مگر یکی از وظایف اساسیش نظارت هست، چطور میشه که رئیس مجلس جلوگیری بکنه از این نقش مهم نظارتی؟ به هر حال اصل موضوع تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم همواره چالش برانگیز بوده و در مجلس ششم هم، مجلس ششم و هفتم هم با اجازه آقای خامنه ای در واقع تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و صدا و سیما انجام شد. اما الان به هر حال اون اکثریت مجلس به نوعی پیگیر موضوع تحقیق تفحص از اوقاف نیستند و تعداد محدودی از نمایندگان فعلا به صورت علنی و جدی پیگیری میکنن و دیگر نمایندگان خیلی جرأت این رو ندارن که وارد موضوعات این چنینی بشن، چون احساس میکنن که رد صلاحیت میشن. آقای قالیباف هم به هر حال خودش برای جایگاه های بعدی داره برنامه ریزی میکنه و اساسا نمیخواد که با موضوع سازمان اوقاف یا نهادهای مشابه درگیر بشه و بخواد جایگاه خودش رو به خطر بندازه. بخشی از این اختلافاتی هم که از سازمان اوقاف بروز میکنه یا درگیری های هم هست به درگیری های نمایندگان مجلس در حوزه های خودشون با سازمان اوقاف برمیگرده، بخشیش هم ناشی از اون درگیری های کلان پشت پرده حکومتی هست که بخشایش در واقع به واسطه منافع سیاسی و رقابت‌های سیاسی هست، بخشایی هم به واسطه درگیری‌های اقتصادی. ممنونم از شما، احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.